سلام می کنم به همه شما شنوندگان و بینندگان کانال جدید. با یکی از برنامه های گفتگو من میلاد رابعی به همراه همکارم حامد صدرا در خدمتون هستیم. موضوع برنامه امروز گفتگو فضای مجازی و از بین رفتن بنیان جمهوری اسلامی هست. بار دیگر یکی از سران مرتجع جمهوری اسلامی، کسی که سخنانش در سالهای اخیر تبدیل به تیترهای جنجالی بعضن شده، یعنی مکارم شیرازی، در مورد اینترنت و فضای مجازی نظراتی ابراز کرده. وی در سخنان خود اشاره کرده که به گوش ما رسیده است که در فضای مجازی در مورد قرآن، دین، رهبری و مراجع بدگویی می کنند. این فضا می تواند بنیان کشور را از بین ببرد. با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، این گونه اظهار نظرها نیز در این مورد هر روز رو به تزاید است. هر بار یکی از سران جمهوری اسلامی در این مورد انتقادات تندی از سایر جناح‌ها و دستگاه‌ها ابراز می‌دارد. در برنامه امروز در این مورد با کیوان جاوید به گفتگو می نشینیم. کیوان جاوید سلام می کنم به شما. خیلی ممنون، سلام می گم، مرسی که دعوتم کردیم. خواهش می کنم. کیوان جاوید، سوال اولم رو اگه اجازه بدین یه مقداری کلی تر مطرح بکنم و از کلی وارد مسائل جزئی شیم. اساسا مشکل جمهوری اسلامی با اینترنت آزاد یا جریان آزاد اطلاعات و دسترسی مردم به اینترنت آزاد و شبکه‌های اجتماعی چیه؟ آزاد بودن اینترنت برای مثال چه ضرری میتونه به جمهوری اسلامی برسونه؟ خب خیلی ساده است و در طول تاریخ جمهوری اسلامی دیدیم برای اینکه حرف احزاب سیاسی، احزاب مخالف، فکر مخالف به گوش بقیه نرسه چه کشتارهایی صورت گرفته. خب حتما همه مردم در جریان هستند. برای یک اعلامیه اینا کسی که اعلامیه دستش بود تیربارون کردن، کسی گفت من خدا رو قبول ندارم اعدامش کردن، کسی که حتی به ساده ترین جزئیات اون زندگی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی انتقاد کرد به شدیدترین وجهی باش برخورد کردن. یک تاریخ خونینی رو جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرد، تاریخ سیاه، تاریخ پر از درد، تاریخ پر از کشتار، تاریخ پر از زندان، تاریخ انفرادی های بسیار طولانی، تاریخی که زندانی سیاسی گفتن خدا را قبول داری یا نه، گفت نه و اعدامش کردن. خب معلومه که وحشت جمهوری اسلامی اینه که یک روندی به وجود اومده که هیچ کس، هیچ نیروی سیاسی این روند رو درست نکرده. این تکنولوژی، انقلاب تکنولوژیکی باعث شده که دیوار سانسور، دیوار خفقان، دیوار محدود کردن جامعه به اصطلاح فرو بریزه. هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا دیگه نمیتونه کنترل خبر، کنترل اخبار، کنترل ذهن مردم رو در دست خودش بگیره. به طور انقلابی، به طور بسیار انفجاری خبر و نظر و بحث و فکر در جامعه پخش شده، طوری که هیچ دولتی و از جمله دیکتاتورترین و مستبدترین دولت‌ها نمیتونن سر سوزنی تو این زمینه دخالت کنن، نمیتونن با یه فتوا جلوی به اصطلاح بحث آزاد یا مثلا همین اینترنت یا میدیای اجتماعی رو بگیرن. از این نظر معلومه بنیان یک حکومت استبدادی، یک حکومت دیکتاتوری، یک حکومت ضد آزادی با پخش گسترده اخبار، با پخش گسترده نظر و افکار معلومه که میلرزه و مورد تهاجم در واقع فرهنگی قرار میگیره. وحشت جمهوری اسلامی از اینه که هرچی خفقان باشه و هرچی مردم رو کنترل بکنه و هرچی صدای مردم به گوش هم نرسه، معلومه که میتونه مردم از هم متفرق‌تر نگه داره، میتونه کنترل بکنه بر اعتراضات، میتونه کنترل بکنه بر افکار. اینها در یک فضای انقلابی و یک فضای در واقع انفجاری در عصر تکنولوژی دود شده برای جمهوری اسلامی و هوا رفته و این وحشت جمهوری اسلامیه که روز به روز به سرنگونی این حکومت رو نزدیکتر میتونه بکنه.
درسته. اما همونطور که شما گفتید، این جریان آزاد اطلاعات و این دهکده اطلاعاتی که در جهان به وجود اومده غیر قابل کنترل ظاهرا از طرف دولت ها. اما در این حال جمهوری اسلامی سال هاست که محدودیت های خیلی وسیعی روی اینترنت و شبکه های اجتماعی اعمال میکنه. سال هاست از زمانی که اینترنت در ایران همه گیر شده، بسیاری از سایت ها رو، حالا به قول خودشون سایت های اخلاقی چه سایت های فاسد سیاسی رو به اصطلاح خودشون فیلتر میکنه و بعضا هم موفق بوده. من سوالم از شما اینه که این فیلترینگ جمهوری اسلامی که سابقه طولانی هم داره چقدر تونسته موفق باشه در اهدافی که میخواسته بهش برسه و چقدر تونسته واقعا جامعه رو ایزوله بکنه و دور بکنه از اینترنت آزاد؟ به هر حال خب فیلترینگ یه تاثیر منفی داره. به هر حال هر دولتی که دست به فیلترینگ میبره محدودیت هایی رو برای دسترسی آزاد به اخبار، به بحث، به گفتگو، به نظر اینا خب اعمال میکنه. خب از این نظر هم ما خب این فشار رو جامعه دیدیم، اما جامعه و نسل جوان و نسل امروزی خیلی حرفه‌ای تر و خیلی امروزی تر و خیلی جا افتاده تر از اینه که جمهوری اسلامی بخواد با فیلترینگ جلوی اینو بگیره. بسیاری از سایت ها فیلتر شکن دارن یا دور میزنن یا در واقع با وی پی ان، یعنی مستقیم از خود کشور مربوطه وارد سایت و یا اینا نمیشن و این خیلی عادیه و خیلی خیلی تونسته کمک بکنه در این حال که محدودیت هایی به وجود آورده، ولی اینا دست پا زدن های حکومتیه که در مقابل این عظمت تکنولوژی امروزی دست پا میزنه و دست پا زدنش یعنی چاره ای نداره جز تن دادن. نگاه کنید همین تلگرام رو نگاه کنید، روزانه اولا چند میلیون نفر، ببینید نزدیک 20 میلیون نفر به تلگرام متصلن در ایران و اعتصابات سراسری با تلگرام راه اندازی میشه، اعتصاباتی که تماما بحث میشه، هم نظری میشه، مثل یه مجموعه عمومی سراسری، مثل یه کنگره سراسری بعضن درست میکنن کسایی که میخوان یا فعالینی که میخوان بحث کنن، نظر بدن، فراخوان به اعتصاب بدن. در این محدودیت این یک ضعف نه تنها جمهوری اسلامی بلکه یک محدودیت برای همه دنیا، کشورهای دنیا هست که بخوام با فیلترینگ جلوی تبادل نظر آزاد مردم رو بگیرم. فیلترینگ یک سد بسیار کوچیک در مقابل اون عظمت دنیای مجازی یا اینترنت یا به هر حال مدیای اجتماعی هست. بله. اما تو سالهای اخیر خب خیلی شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی خیلی از مخالفت‌های مردم و به خصوص جوانها رو با خودش مرتبط میدونه با رواج پیدا کردن ماهواره و اینترنت و به اصطلاح نفوذ فرهنگ غربی از این طریق. اما از طرف دیگه ما شاهد نسل‌هایی هستیم، برای مثال متولدین دهه 60 که توی دوره بزرگ شدن که نه اینترنتی بود و نه ماهواره و ستلایتی و قرار بوده که اینها تحت تبلیغات رژیم و حکومت اونجوری که حکومت میخواد بار بیان و بزرگ بشن و تبدیل به اصطلاح سربازان اسلام بشن. اما حتی میبینیم برای اون نسل همین اتفاق نیفتاد، یعنی حتی اون نسل متولدین دهه 60 به قبل هم که دسترسی به این تکنولوژی نداشتن و تحت فرهنگ انحصاری جمهوری اسلامی بزرگ شدن، حتی اونها هم تبدیل شدن به مخالفین بالقوه، بعضاً بالفعل جمهوری اسلامی و خیلی هاشون الان در زندان به سر میبرن. اونها چرا؟ دلیل اینکه اونها رو حتی نتونست جمهوری اسلامی جذب فرهنگ خودش بکنه چیه؟ دلیلش درخت سبز زندگیه. قرار نیست اگه اینترنت نباشه مردم تن به استبداد، تن به خفقان، تن به فقر بدن. مگه انقلابات قرن 19 یا 20 یا انقلاب بولشویکی مگه با اینترنت صورت گرفت؟ مگه دوره اینطوری نیست که اگه اینترنت هست انقلاب میشه، مردم زندگی بهتر میخوان یا مردم به زندگی بهتر فکر میکنن؟ اگه یادتون باشه در سال 57 یه رادیو بی بی سی بود که مدام خمینی رو به عنوان رهبر انقلاب به مردم سعی کرد حقنه کنه
و مدام سعی کرد بگه خمینی رو در ماه دیدن و هنوزم داره همین کار میکنه. ولی نسل همون سال 57 برای آزادی، برای رفاه، برای زندگی و برای انسانیت قیام کردن و به خون کشیده شدن، و نسل بعد از اون جنگ بین مردم و جمهوری اسلامی جنگ تاریخی تر بود، جنگ بین رفاه، جنگ بین آزادی، جنگ بین انسانیت بود، با یک حکومت مستبد، با یک حکومت خونخوار، با یک حکومت مافیای اقتصادی. نهایتا اینجوری نبود که مردم خمینی رو قبول کردن یا جریان اسلامی رو قبول کردن و اینا به راحتی حکومت کردن. 30 خرداد 60 شد، کشتارهایی صورت گرفت، دو نسل کشیهایی شد تا جمهوری اسلامی بتونه به قدرت نظامی، به قدرت سرکوب، به قدرت زندان رو پا بمونه. و هرگز هیچ نسلی در جمهوری اسلامی حکومت قبول نکرد، چون با زندگی جمهوری اسلامی سر سازگاری نداشت، چون با رفاه، چون با خوشی، چون با خنده، چون با تفریح جمهوری اسلامی سر سازگاری نداشت و جامعه برای زندگی داشت مبارزه میکرد. بنابراین شرایط امروز با توجه به رو دوش اون نسل، نسل جدید نشسته، از اون نسل یاد گرفته که باید ادامه بده برای زندگی انسانی، برای رفاه، برای برابری، برای یک جامعه عاری از ستم، عاری از فقر و عاری از نابرابری. اینترنت و به هر حال مدیای اجتماعی سرعت بخشیده اون قدرت و اون آرمانخواهی نسل گذشته رو و وصل کرده به نسل امروز در توان هزار و در واقع تقویت کرده. جمهوری اسلامی هرگز با خفقان، حتی در دل زندانها خودش، هرگز نتونست حکومت خودش رو مقبول جامعه بکنه یا حتی مقبول زندانیان سیاسی بکنه. بنابراین نسل گذشته و نسل امروز یک آرمان دارن ولی در شرایط متفاوتی. بله، اما همونطور که شما هم اشاره کردید، ظاهرا جمهوری اسلامی از طریق این فیلترینگی که سالها استعمال میکنه موفق نشده اونطور که باید و شاید و خودش انتظار داره جلوی اینترنت و دسترسی مردم رو بهش بگیره. به همین دلیله که در سالهای اخیر طرحی آمده که از اون به عنوان اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات یاد میکنن به این اسم. جدای از این که چه پیچیدگی های فنی داره این قضیه و اصلا آیا از نظر فنی و تکنولوژیک امکانش هست که عملی بشه یا نه، به نظر شما از نظر سیاسی چقدر این کار عملیه؟ آیا جمهوری اسلامی در جایگاهی هست و تناسب قوا بشین اجازه رو میده که دست به همچین کاری بزنه و به طور کلی اینترنت رو قطع بکنه و یه اینترنت ملی درست بکنه و مردم رو فقط به اون رجوع بده؟ خیلی ساده نه. خودمون میدونیم نه. شما که در ایران بودید، به عنوان بالاخره شما یه مدت خیلی طولانی نیست، یا نسل شما که تو خارج کشورن، نسل 88 ها که الان تو بعضا تو خارج کشورن، کسایی که هر روز و هر ساعت از ایران وارد کشورهای اروپایی میشن، شما تجربه خودتون رو نگاه کنید میبینید که اینترنت ملی و این خزعبلات اسلامی کاربرد نداره، چون یک شاید بگم یک عقب نشینی های خیلی جزئیه که میخواد نسل امروزی رو که میخواد دنیا رو بفهمه، میخواد جهان رو کشف کنه، میخواد بدونه تو تمام دهکوره‌های دنیا چه خبره رو، میخوان در قالب یه اینترنت ملی کذایی جمهوری اسلامی اونا رو به صلاح تحت کنترل بگیرن. نه، اینطوری نیست. مردم میخوان ببینن بیدینی تو دنیا چجوریه، خدا ناباوری چی کار میکنه، شخصیت‌های معروف فلسفی دارن چی میگن تو دنیا، شخصیت‌های معروف و 99% های دنیا چجوری مبارزه میکنن علیه کاپیتالیسم. مردم ایران، جوانای ایران خیلی بهتر از همه جای دنیا، مثل همه بچهای آدمای تو دنیا میدونن تو آمریکا چه خبره، تو اروپا چه خبره. اینو میخوان، کسی میتونه، اصلا امکان پذیره؟ مگه میشه شما مرده رو فقط با نمیدونم جلوی تجزیه شدنش رو بگیرید؟ جمهوری اسلامی یه مرده متحرکه، نمیتونه جلوی تجزیه شدن خودش رو بگیره، باید از بین بره. و جریان آزاد اینترنت و آزاد اطلاعات در دنیا با هیچ دولتی نمیتونه محدودش بکنه. این جهانیه، این در سطح دنیا گسترش پیدا کرده و جوانای ایران، مردم ایران هم میخوان
بخشی از این دهکده جهانی به قول شما باشن. هیچ دولتی نمیتونه، اینا تقلاهای بیهوده یک حکومت که در مقابل مردم ضربات سنگینی که بهش وارد شده گیجه و داره هذیان میگه، طرحاش هم همش هذیانیه. بله، اما جمهوری اسلامی و به اصطلاح کارشناسانش برای مقابله با این تهاجم فرهنگی و تهاجمی که از جانب اینترنت میشه یه راهکار دیگه هم اندیشیدن و مدت هاست که اون رو ادامه میدن و انجام میدن. اونم اینه که تفکرات عقب مونده خودشون رو و خرافات خودشون رو، برای مثال قرآن و مفاتیح و الجنان و رساله های انواع اقسام رساله های مراجع تقلید و اینها رو در قالب همین تکنولوژی که در دست مردمه در اختیار مردم میذارن و یه جوری میخوان این تکنولوژی رو به نفع خودشون مصادره بکنن و خرافات خودشون رو از طریق همین تکنولوژی به خورد مردم بدن. برای مثال میگم خیلی سعی کردن نرم افزارهایی برای موبایل بنویسن که مربوط به تلاوت قرآن، مربوط به آموزش قرآن یا مربوط به آموزش نماز و چیزهای از این قبیله. به نظرتون این میتونه طرح موفقیت آمیزی باشه؟ میتونه واقعا جوونا رو جلب بکنه به این شکل؟ خب خیلی خیلی الان فقط میتونه به ریشینا بخنده. اگه این میتونستن که همین هذیان ها رو امروز همین مکارم شیرازی نمیگفت، هفته دو سه هفته قبلتر فرمانده یکی از فرماندهان عالی رتبه فکر کنم قاسمیانی بود میگه که مساجد خالی شده، داره خالی میشه، هشدار داره میده. یه فرمانده نظامی که ظاهر قضیه فرمانده نظامی کارش به جنگ و دفاع و حمله و اینجور چیزا هست، ولی اومده کدوم مساجد ما خالیه، هشدار میده به سران حکومت. یکی یکی سران حکومت هشدار دارن میدن به خودشون، به جناهای مختلف خودشون که بابا مساجد خالی شده، مردم از دین گریزانن، مردم نه تنها از دین گریزانن، مردم از دین متنفرن. یک نه تنها از جمهوری اسلامی فقط متنفرن، بلکه از این کل این بساط حماقت و کل از این وضعیتی که به نام دین و مذهب میخوان بهشون تحمیل میکنن نه تنها گریزانن بلکه دارن مبارزه میکنن. خب اگه میشد ترس اینا چی بود؟ خب انگار این که مردم به اصطلاح یه صفحه خامن، کسی که اینجوری فکر میکنه که میتونن تاثیر بذارن که هر که بره روی اون صفحه خام یه چیزی بنویسه مردم همون رو قبول میکنن. نه، یک جدال تاریخی، یک جدال فرهنگی، یک جدال سیاسی بین جامعه است، کل جامعه ایران. زنان رو نگاه کنید، شما برای زنان هر جور به هر طریقی با هر تکنولوژی بنویسین زن باید برده باشه تو خونه بشینه، زن باید آشپز باشه تو خونه باشه، زن باید کلفت مرد باشه، یه مرد میتونه سه تا زن بگیره، نمیتونم هر چیز، کدوم زن تو ایران قبول میکنه؟ اینا اسید پاشیدن رو صورت زنا و تبلیغاتشون هم کردن، گفتن بهش زیر پای مادران است و اگه به حجاب باشید هر یک تار و موی شما مثل ماری میشه در اون دنیا در جهنم و تا ابد شما رو میخوره و اینا. همه براش خندیدن. برید نگاه کنید الان جنبش بدحجابی دیگه در ایران تموم شده، جنبش بیحجابی شروع شده. هیچ اپلیکیشنی نمیتونه، هیچ برنامه و هیچ امکان جمهوری اسلامی نداره در مقابل این نسل بگه که من بهترین امکاناتو از بهترین تکنولوژی رو استفاده میکنم که شما خفه بشین، که شما قبول کنید، که شما تمکین کنید. جامعه میگه تو عربستان که هیچ جنبش عظیم اجتماعی، هیچ انقلابی پشت سرش نیست، حکام عربستان از وجود زنانی که میگن میخوایم بی حجاب باشیم، میخوایم رانندگی کنیم، این وضعیت نمیخوایم، به ستو دارن میان. و تو ایرانی که روی یک بشکه بارود نشسته میخوان با اینجور ترفندهای احمقانه در واقع میخوان جامعه رو کنترل بکنن. همه میدونن، ما میدونیم، شما میدونین، جامعه میدونن که چنین چیزی ممکن نیست. بله، اما یه سوال جانبی حالا که صحبت مذهب و ترویج خرافات شد برای من پیش اومد، جناهایی از همین جمهوری اسلامی هستن که به کلی برای حفظ نظامشون و از طرفی برای حفظ مذهبشون توصیه میکنن که اصلاً مذهب رو از سیاست به طور کلی جدا کنند و به یه شکلی یه نوع سکولاریزمی رو دارن تبلیغ میکنن. حتی کار به اینجا کشیده. به نظرتون آیا موفق میشن؟ آیا جمهوری اسلامی رو ما میتونیم تصور کنیم که یه جامعه سکولار به وجود بیاره و در این حال جمهوری اسلامی هم باقی بمونه همچنان؟ چقدر شانس دارن اینها به نظرتون؟
بله، جناهای از جمهوری اسلامی هرگز نگفتن دین یا مذهب از دولت یا از حکومت جدا بشه. اونایی که تو حکومت هستن بالاخره میخوان یه جوری کنترل شده تر، برای فشاری که تو جامعه هست، برای اینکه جامعه رو داره منفجر میشه از دخالت مذهب به ارتجاعات و زندگی خصوصیشون، از جلوگیری از پارتی گرفته تا همه چیزایی که ما میدونیم، تا کنترل مردم که در ماهای معینی نمیتونید غذا بخورید، در ماه معینی نباید بخندید و هر چیز دیگه. خب میگن که مدار این اگه این دیگ بخار همینجوری درش بسته باشه منفجر میشه، یه ذره سر سوزنی باز کنیم که جامعه تنفسی بکشه، که باعث شده که دو جناح در جمهوری اسلامی هم اصلاح طلبان حکومتی و اینا به وجود بیان. خب ولی هر مقداری که اینا سعی کردن برای کنترل جامعه اون در دیگ بخار باز کنن، جامعه به طور وسیعی اون به اصطلاح پس داده این به اصطلاح کنترل حساب شده رو. این یه بخش از حکومته، ولی بخشایی از حکومت رفتن بیرون از دیگه از چارچوب حکومت، مثل سروش، مثل گنجی، مثل همون آخوند دیگری هست دیگه اسمش الان یادم نیست، که تو بالاخره خارج تو میدیای رسمی مثل بی بی سی و مثل وایس آف آمریکا یه ذره بادش میزنن به عنوان کسی که باید دین جدا باشه به اصطلاح از دولت و اینا، کار تاریخی خودشو بکنه، بره به قلب مردم رجوع بکنه، بعضا یه جورایی به حکومت انتقادی برخورد بکنه. خب این تو این دنیا دیگه امکان پذیر نیست. اینطوری نیست که اگه جمهوری اسلامی درسته با سیاسی کردن دین، یعنی آوردن دین در دولت، کل مذهب رو گذاشته جلوی مردم و مردم هر ضربه ای که به جمهوری اسلامی میزنن میبینن مذهب و کل دین و کل اسلام اینا با هم در هم تنیده هستن، بله. و هر پیشروی علیه جمهوری اسلامی پیشروی میکنن علیه مذهب و علیه کل بساط دین و حماقت دینی، راستش اینجوری بگم. بله بله. کیوان جاوید، با توجه به اینکه وقتمون خیلی کمه، اولا من این توضیح بدم منظورم از جناحی از رژیم این بود که به هر حال شاید در تحلیل نهایی ما اونها رو هم طرفداران رژیم بدونیم که حالا از رژیم رانده شدن، منظور هم اونها بود، کسانی که دورانی در رژیم بودن و الان خارج از اون قرار دارن. یه دوره اینا تأثیر گذاشته، ولی حتی ببینیم توی اروپا وقتی مسیحیت از انقلاب فرانسه ضربه خورد، یعنی کل دنیا، کل غرب دست مسیحیت بود، عقبش روندن، مذهب و مسیحیت از دولت بیرون بردن، اینجوری نیست که الان همه مردم چون در دولت نیست همشون مذهبی هن، همشون به کلیسا معتقدن. یکی از به اصطلاح وحشت‌های خود دولت‌های غربی اینه که مذهب در اروپا روز به روز بیرمختر میشه و حتی کسایی هم که بعضا خودشون رو مذهبی میدونن، مذهب هیچ نقشی در زندگی خصوصیشون نداره و تمام تلاش اونایی که حتی خارج از حکومت خودشون قرار دادن مثل سروش و اینا سکولاریزم نیست، بلکه یک اپورتونیزم احمقانه ایه که فکر میکنن اینجوری میتونن مذهب رو از زیر ضرب مبارزات مردم خلاص کنن، که ممکن نیست. ارتجای مذهبی کارش تو ایران و به این اعتبار وقتی جمهوری اسلامی از بین بره تو منطقه کارش تموم میشه. بله. کیوان جاوید، وقت ما در واقع به اتمام رسیده، فقط خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم که شما آینده این جدال رو چطور میبینید؟ آینده این جدالی که یک طرفش جمهوری اسلامی و دستگاه تحمیق و سانسور قرار داره و یک طرف جوانان آزادی‌خواه و برابری طلبی که میخوان به دنیا و اطلاعات و اون از طریق ماهواره‌ها و اینترنت دسترسی داشته باشن، به نظرتون آینده این جدال به کجا میانجام؟ آینده این جدال فقط در رابطه با دنیای آزاد و اینترنت اینا نیست، دنیای وضعیت اعتصابات کارگری نگاه کنید، دنیایی که کارگرها تو اون جامعه دارن براش مبارزه میکنن نگاه کنید، دنیایی که زنان دارن براش مبارزه میکنن نگاه کنید، دنیایی که کل جوانان دارن براش مبارزه میکنن فراتر از فقط اطلاعات آزاد و اینترنت آزاد و مدیای اجتماعی آزاد، یک جدالیه با کل سرمایه‌داری اسلامی در ایران برای آزادی، برای رفاه، که اینترنت و مدیا و اینا یک گوشه‌ای از ابزار و اون به اصطلاح قدرت مردم علیه جمهوری اسلامیه. کل جامعه ایران از همه جا چه به اینترنت دسترسی دارن یا ندارن علیه جمهوری اسلامی هم برای یک زندگی انسانی و بهتر، و پیروزی مطمئناً با مردمه. به مردم همینطوری که وضعیت جمهوری اسلامی امروز نگاه میکنیم که روز به روز آشفته تر و متفرق تره و مردم روز به روز متحد تر و مبارزاتشون متشکل تره،
به این سمت جامعه داره میره. متشکرم کیوان جاوید از شما که امروز با ما همراه بودید و در این باره به سوالات ما جواب دادید. ممنونم. مرسی. بله و همینطور تشکر میکنم از شما بینندگان محترم برنامه گفتگو. امیدوارم که بیننده و ناظر برنامه های آینده ما هم باشید. براتون روز روزگار خوشی را آرزو میکنم.